جناب آقای رابی، شما فکر میکنین امروز چه دلیل شد که مجلس نمایندگان افغانستان به شکل بسیار عمیقش با هم دیگر حتی برای یک دیگر تاختن، الفاظ عجیب و غریب از زبان خیلی ها به طرف یک دیگر بادرسشان رسید؟ فکر میکنین ریشه های این اختلاف در کجاست واقعا؟ هنوز که 7 ماه از دولت وحدت ملی گذاشته. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه. ریشه های اختلاف در متن جامعه، ریشه های زی اختلاف در جنگ 30 چند ساله افغانستان، ریشه های زی اختلاف در مداخلات خارجی، ریشه های اختلاف در فقر فرهنگی، ریشه های اختلاف در نفهمی تاریخ افغانستان و امی برهه تاریخ افغانستان، امی موقعی که است. چی باید بکنیم؟ چطور یک ملت واحد باید باشه، خط و مش و دیدگاه واحد داشته باشه تا این وطن از این مخمسه، از این حالت، از این بدبختی نجات بده؟ نبودن موقف گیری های مردمی، مردمی گفتن آسان است، مردم گفتن آسان است، ولی به مردم وفادار بودن ما کالا میبینیم بسیار دشوار است، بخصوص وقتی که افراد به کرسی ها، به جایگاه ها قرار میگیرن، از مردم نوعی از پنهانکاری را آغاز میکنن. سیاست های آشکار روشن برای مردم، اول اتکا به خدا، دوم اتکا به ملت، به مردم و به مردم آگاه، روشن فکر، چیز فهم، وکلای متحد، جامعه مدنی متحد، احزاب سیاسی متحد و کل ملت افغانستان. بالاخره همه از اینها سبب میشه که ما سیاست خود تحت کنترل داشته باشیم اگر در برابر مردم متحد باشیم. نقص در حکومت وحدت ملی تعریف درست نشد. حکومت بین دو تیم شکل گرفت، در حالی که اساس حکومت وحدت ملی کثرت‌گرایی است، نه وحدت بین دو گروه. وحدت ملی اصلا این تعریفش نیست که دو گروه با هم بشینه توافق کنن. وحدت ملی، شما وحدت ملی، وحدت ملی را فقط توافق میان دو تا گروه میدانی؟ والا تقریبا همونطور است، ولی به خاطر از اینکه حضور تمام نیروها در یک نظام تسجیل شود، کسی باید در برابر کسی عصبیت نکنه. یک کسی می کاندید میشه در یک وزارت، یک کس دیگه رو رد میکنه که به فلان تبار تعلق داره، به فلان حزب تعلق داشته، به فلان گروه تعلق داره. و مسائلی که در داخل پارلمان صورت میگیره، این هم گپ نو نیست. این پارلمان چندین باری برخورده، این پارلمان برخوردار شده. ولی همه از اونا، ما ببینین راه حل چیست. بسیار خوب است که سر همه حال گپ بزنیم که فعلا ما مردم چی کنیم. با باور ما، با برداشت ما، با دریافت ما، باید اونو وکیلای صادق پارلمان که معاملگر نیستن، با خدای خود راست هستن، با ملت خود راست هستن، در برابر پول و قدرت سر تعظیم فرو نمیرن، با جامعه مدنی که اگر در جامعه مدنی هم افراد پاک و شایسته وجود داره که داره یقینا، احزاب سیاسی، نیروهای روشنفکر، روحانیون واقعا وطن دوست و وطن پرست افغانستان، اینی میاد دست به دست هم بتن یک جای بشینن، حداقل یک بار دور هم گرد یک میز بشینن. بله. که ملت، این مردم دینی در یک سرنوشت است. حالا خب ما گپ میزنیم نتیجه چی؟ نتیجه ای که ما بالاخره باید بر مردم پیام داشته باشیم که چی کنیم. امی دولت کمک کنیم که از این بدتر داعش نبه، مثلا از این بدتر یک نیروی دیگه نبه، افغانستان به یک رگرس تاریخی، به یک عقبگرد تاریخی نره، افغانستان به یک انقلاب بدبختی، بله، کشورهای منطقه نفته. اجازه بتین حتما روی از این مسئله میپردازیم که روی بحث روی جرگه و تعدیل قانون اساسی افغانستان، اما اختلافات اساسی چیزی بود که تازگیش بر مردم افغانستان سوال برانگیز بود. مثلا ادعی آمدن گفتن که اصلا پست ریاست اجرایی مشروع نیست، در کجای قانون آمده؟ صحبت رئیس پارلمان هم شما ایدین گفت که اگر ریاست اجرایی در قوانین افغانستان نیست، پس همی حکومت وحدت ملی هم نیست. سوال می خواهم این گونه بکنم که اصلا پست ریاست اجرایی از دید شما چه تعریف برش میکنین؟ هرچند که تعریف در اون موافقت نامه آمده که صلاحیت های مساوی دارن، در از و نصب افراد بلند رتبه با هم کار میکنن، شما فکر میکنین پست ریاست اجرایی یعنی چه؟ ما با گپای برخی گپای قهرمان موافق هستیم که ما در وضعیت نیستیم. اول خود گپ زدن بسیار مشکل است. بله. نقص افغانایی است که، نقص بعضی ما افغانایی است که ما خود ما اول گپ میزنیم باز فکر میکنیم. ما پیش که گپ میزنیم باید فکر کنیم. اگر حکومت اجرایی مشروع نیست، اگر پارلمان مشروع نیست، خود رئیس پارلمان خیلی چرا گپ میزنی؟ اول خب به ملت، به مردم تشنج ایجاد کردن، فکر بعد راه کردن، دمی وضعیت خواست برای خدا به میوال ملت خود رحم کنین.
یخو نان نداره، یخو کار نداره، یخو امنیت نداره، یخو در راه زنش پایین میشه، اولادش کشته میشه، روزمره 300 نفر تو والا ده تاریخ جهانی رقم وضعیت بوده باشه که روز 300 نفر، 200 نفر، 100 نفر در یک مملکت کشته شوه، کشته شوه، کشته شوه. پلیس کشته شد، اردوی ملی کشته شد، داعش کشته شد، طالب کشته شد. خیرت خواهد. حالا ما شیشتیم سر ازی گپ میزنیم که حکومت مشروع جانمی، حکومت که مشروع نبود هفت ماه پیش میگفتی. حالا که خبر شدی که نه، خبر شدی بعد از هفت ماه که مشروع نیست. قانون اساسی رو خواندی، درست است در قانون اساسی نیست، من قبول دارم در قانون اساسی نیست میگم، اما وقتی که توافق صورت گیره با روی مصلحت ملی بود، روی مشکلات افغانستان بود، افغانستان بار غم میکشه. بله. او انسانایی که در برابر ملت خود بی تفاوت هستن، یک دم از خواب و غفلت بیدار میشن و یک بانگ میزنن. من براتون میگم که افغانستان اینی می نیروهای واقعا وطن دوست وطن پرست افغانستان باید همسو شون. اگر وکیل پارلمان هستن، اگر استاد پوانتون هستن، اگر معلم هستن، اگر مدیر مکتب هستن، اگر ژورنالیست هستن، اگر در رسانه کار میکنن، جامعه مدنی هستن، اینی با هم بشینن یک بار گپ بزنن، حداقل برای خدا و برای مصلحت ملت. بسیار تشکر. که برای خدا ما با کجا روان هستیم، چی میکنیم؟ بسیار تشکر. همه ما نقد میکنیم، انتقاد کردن هم آسان است. اشرف غنی غلط کرد، دکتر عبدالله غلط کرد، رئیس پارلمان غلط کرد. و برادر همین اینم یعنی لحظه به قهرمان صاحب گفتم که ما باید روی ایجاد نکنیم، این نسل جوان در حال فرار است. بابی خدا ما کم میگیره که میکرولا ملایت بفروش من روان کو جرمنی که در این وطن من دیگه نه امنیت دارم نه آینده دارم. تحلیلگر هم در تلویزیون میگه که بیادر گپ خراب است، وضعیت بسیار اسفناک است. شما آفرین این مردم گششته. بسیار تشکر. بسیار تشکر جناب قنیلی. باید ما پایان بدیم جناب قنیلی. شاید درون پارلمان گوشایش رسانه ها باستاب دادن، اما اصل ماجرا هنوز بر مردم افغانستان چندان لایه های خوابیدهش روشن نشده. چه شد که مجلس نمایندگان امروز روی مشروعیت یا عدم مشروعیت حکومت وحدت ملی و ریاست پست ریاست اجرایی سرصدای برپا کردن، جنجال های شد، حتی ایده یک دیگر اخطار لفظی دادن که میزنم و فلان از این قبیل گپا. چه بود اصل ماجرا؟ فکر میکنید لازم بود در چنین شرایطی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و مهمانان محترم شما، همیشه بینندگان محترم تلویزیون شما. امروز اجندای اولسی جرگه افغانستان در ارتباط ایجاد ریاست دفتر اجرایی بود و این بحث از طرف کمیسیون عدلی و قضایی افغانستان پیش کشیده شد. من فکر میکنم که نقطه شروع استکاک و ای هم ادامه کرد از یک سخنانی یکی از همکارای ما شروع شد. او کسی که با یک وقتمندی موضوع را مطرح کرد، گویا خودش در یک پست به عنوان رئیس از طرف رئیس جمهور افغانستان انتخاب شده بود، ریاست اجرایه قبول نکرده بود، خواست کینه، نفرت و امو عداوت خود را امروز در پارلمان افغانستان بیاره به اجرا بگذاره. صحبتی که ایشون کرد با کمال افسوس عذر میخوایم که ما با این لحن صحبت میکنم، به خاطر اینکه مردم افغانستان بفهمه همونطور که شما گفتید در پارلمان چه گذشت. کسی که بین تذکر و تذکر تا نوز تفاوت قائل شده نمیتونه. شما امانتداری نکردید، باید جمله ایشون با مشکل خودش تذکر میگفتید نه تذکر. خب شما میگه امانتداری کنیم و مردم نام شانه بگوین که مردم بفهمن. خب همه این مردم میدونه. بله. همه این مردم میدونه ضرورت به نام نیه. مگه الکنایه تو ابلغ و اسرا من تسری. ما با کنایه بهتر از اینه که ما تا نامشه بگیریم. چون بعضیا نام گرفتنش با او اندازه ارزش نداره. شاید مردم روی چهرهای دیگه فکر بکنن. مردم میشه از همه رسانه ها میبینه که کی تذکر گفت. کسی که ادعای مادریت قانونی اساسی رو میکنه، وقتی بین یک کلمه تذکر و تذکر بین مفرد مفرد یک روز دیگه سخنرانی کرد، مفرد مفرد خواند، امیقدر تفاوت قائل نبوده باشه، از او دیگه انتظار بالاتر از خانم شکریه بارگزای هدفتان دیگه. خب مردم میمشه از تلویزیون خواهد دید. بله. خدمت شما عرض کنم که این نقطه نقطه وقت مندانه بود. من فکر میکنم همونطوری دو تا مهمان محترم دیگه شما گفت، من فکر میکنم این کار به صلاح افغانستان نیست. اگر ادعا بر از این است ریاست اجرایی خلاف قانون، ریاست اجرایی بر اساس یک توافق به وجود آمده، بر اساس از توافق هم کسی دیگه رئیس جمهور افغانستان شده، بر اساس اعلام نتایج انتخاباتی که آقای نورستانی با بی‌شرمی و بی‌حیایی تمام
آمد در رسانه ظاهر شد که بر اثر تقلب گسترده و پیچیده که نتونستیم توسط نیروهای ملی و بین المللی شفافیت با وجود بیاریم، برای فعلا بدون از اینکه کس برنده اعلام کنه فلانی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد. بله، وقتی که این دو طرف داره، اگر ریاست اجرایی خلاف قانون امروز به خاطر از اینکه ریاست یک کس قبول نکرده، یقینا اون کسی که او را به عنوان رئیس امضا کرده و هم مورد قبول نیست. این دو تا پیوندی به هم داره، اما متاسفانه منافع شخصی گاهی اوقات همینقدر چی میدم و کرم نگوشیدم و کرم ندم ایدم فهمی که چی میگی. چیزی که جناب آقای راویش اشاره فرمود که ما گپی را میذاریم باز از تعقیبش میبینیم که چی گفتیم. امشب خودش اگر رسانه رو ببینه حتما در قبل ما قضاوت نرست میگه تذکر و تذکر ما که تفاوت قائل شده نمیتونم، پس ما چگونه میتونم این قضاوت بکنم. ای از این موضوع. اما اصل ماجرا از اونجا شروع شد. اصل ماجرا از اونجا شروع شد. تنها یک نفر بود بر اساس یک وقته شخصی، بر اساس یک کینه شخصی، و بقیه اعضای پارلمان افغانستان نیامد که ریاست اجرایی خلاف قانونه، اما اونا مبنای قانونی را ذکر کرد. ما یک مبنای قانونی را برای شما تذکر میدیم، در ارتباط تذکر میدیم، تذکر نمیدیم، تذکر میدیم. ماده 142 قانون اساسی میگه دولت به مقصد تعمیل احکام و تأمین ارزش‌های مندرج این قانون اساسی ادارات لازم را تشکیل می‌نماید. یک از اداره مورد ضرورت همین چیست؟ ریاست اجرایی است. واقعا وقتی که انتخابات نتیجه نداد، بدیل دیگه چی وجود داره؟ همکاران ما بفرمایه که چی بدیلی وجود داشت؟ آیا بریم به سوی تجزیه افغانستان؟ آیا بریم 35 سال تاریخ افغانستان یک بار دیگه تکرار کنیم؟ آیا دستاورده ای که همی قدر نسبی که به دست آمده ایر تخریب کنیم؟ بس. یا این که اگر رای میانه، این اگر رای میانه بود به این اساس حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافق با وجود آمده. اگر کسی میخواید بگه توافق ریاست اجرایی در از این بخش مثلا موافقه خلاف قانون است و بخش دیگه هم خلاف قانون است، من امروز در رسانه دیگه هم گفتم، حالا هم عرض می‌نم آقای دکتر صاحب اشرف غنی لطفا تشریف بره در سرک دارالامان در خانه خوب بشینه، آقای دکتر عبدالله هم بره در کارتی پروان در خانه خوب بشینه، مردم افغانستان بدیل دیگر جستجو کنه. وقتی این گونه نیست، بهترین حالت جناب آقای قهرمان همکار محترم ما گفت که بیاییم امی حکومت تقویه کنیم، اینا هم باید با هم دیگر با صداقت راستی رفتار کنه که امی افغانستان از این وضعیت بیرون شوه. نرویم به سوی خرابی تخریب، تخریب کردن بسیار آسانه ولی آباد کردن بسیار سخت. اما خانیلی، تنها فرد را که شما نام گرفتین که گفتین بر اساس عقده‌مندی خودش این سخنان را بر لب آورد تنها نبود، خیلی کسهای دیگه هم پس از او شروع کردن به حرفهای یک یک طرف را میکوبید، کس طرف دیگر را. پس نشان میده که این شکاف و این اختلاف تنها در میان اصحان یکی دوتا نیست، تقریبا کسان که اونجا صحبت کردن به دو تا جناح تقسیم شده بودن. شما ببینید، من میگم یک زخمی است که عمق زخم تا هنوز سالم نشده و جور نشده. روی زخم به یک شکلی بر اثر دواهای مقطعی که خارجی و داخلی یک جای شده امی زخم پوشانده، بیاییم امی زخم هیچ کدام ما تلاش نکنیم باز کنیم. اگر این زخم باشه تنها ما ضرر نمیبینیم، مردم افغانستان اصلا اونا ضرر میبینه. در چی شرایطی ما قرار داریم؟ یقینی وقتی که یک کسی که ادعای طرفداری رئیس جمهور میکنه، کسی که مدافع رئیس جمهوره، کسی که مدافع نتایج یک همچین انتخاباتیه، وقتی میای یک طرف نامشروع میخونه و میگه تذکر نرفته در قانون اساسی، یقین بدان طرف های دیگه هم در مقابل ازی به تفاوت مانده نمیتونه و اونا هم زبان داره و اونا هم میتونه بگه که ما هم حرف برای گفتن داریم. ولی از همکارای خوب، از شما رسانه های محترم تقاضا داریم همین قدر قضیه که شده، هم جناب رئیس جمهور میشه باید تصمیم خود بگیره، هم رئیس اجرایی که نگذاره که دگبی در دهن همه ای گپ بیفته، این موضوع را حل کنه. اگر حل نکنه، من فکر میکنم اول خود از این دوتا ضرر میکنه. همه خواهد خیست که حکومت توافقی در صورتی مثلا قابل اجراست که توافق به تمام معنا انجام شود، اگر نه حکومت توافقی به حکومت. بسیار تشکر. بینندگان عزیز، وقفه خیلی کوتاه داریم، پس از آن ادامه بحث رو با ما دنبال کنید.